نشست مشورتی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کنونی کشور به هدف انسجام بین دولت و ملت در ولایت هرات برگزار گردید. اشاره کنندگان این همایش نبود فرصت‌های شغلی، مشکلات سیستم تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی، عدم استفاده از ظرفیت کادرهای علمی در ادارات را از مهمترین چالش‌ها عنوان کرده و می‌گویند حکومت با امنیت کنونی می‌تواند چالش‌ها را به فرصت مبدل کند و از سوی هم اعتماد مردم را جلب نماید. اقشار مختلف جامعه هم از استادان دانشگاه، فعالان مدنی، فعالان مالدین گرد هم آمده با یک دیگر مشورت میکنند، قلم به دست گرفتند و چالش های کنونی جامعه را بررسی و یادداشت میکنند. نبود فرصت های شغلی، مهاجرت قشر تحصیل کرده، مشکلات در سیستم تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی و عدم استفاده از ظرفیت کادرهای علمی در ادارات مهمترین چالش هایی هستند که از سوی این افراد عنوان شدند. میگویند حکومت با امنیت کنونی میتواند چالش ها را به فرصت مبدل سازد و از این طریق اعتماد مردم و جهان را جلب نماید. مردم باید فرزندان خود روان بکنند تا مکتب بخوانند، تا مدرسه بخوانند، تا درس بخوانند، تحصیل بکنند. چرا در هیچ کشوری شاهد نیستیم مختری بی سواد وجود داشته باشه. بنابراین بدون علم، بدون آموزش هیچ کسی، هیچ دولتی به هیچ عنوان ترقی نخواهد کرد. طبقات گوناگون، تمام طبقات دربر میگیره، طبقات به حساب طبی، بعد از کادر علمی، تاجر و تمام کسایی که در یک جامعه نقش دارن، دولت باید به نحو مختلف از اینا حمایت کنه تا اینا انگیزه پیدا کنن و اگر قراره که سرمایه بگذارم، اگر قراره که تخصص بگذارم، اگر قراره که وقت بذارم و برای توسعه کشور خود کار کنم. در همین حال این نشست بیش از 30 بار در زونهای مختلف کشور برای شنیدن صدای مردم و حل مشکلات جامعه و کاهش فاصله میان حکومت و مردم برگزار شده است. مسئولان برگزار کننده میگویند تمامی نظرات و خواسته های اشتراک کنندگان این نشست به مقام های مرد اسلامی و نهادهای خارجی رسانیده می شود. یکی از فعالیت هایی که ما را زودتر به این هدف ما می رسانه نزدیک شدن مردم با مسئولین ما هستند تا مردم پیامایشان را به اینا بتن، مردم معلومات از اینا بگیرن که نظام به کدام طرف پیش میره. هر قدر معلومات با هم اضافه شریک میشه، هر قدر صدای مردم به نظام میرسه، نظام پالیسی سازی و پلان سازی خوبتر کرده میتونه، هر قدر مردم از نظامش معلومات کافی میداشته باشه، حمایت و پروژه ها را درست حمایت کرده میتونه. از او خاطری برنامه ایجاد شده و الحمدلله به خاطر رسالتش کار کرده میره. با این حال در این نشست مقام های اداره محلی هرات از تلاش های خود برای حل مشکلات مردم سخن زده و میگویند طرح رفع چالش های جامعه در نشست های مشورتی زمان قابل اجرا است که مردم در قبال کشور احساس مسئولیت کنند. نوپیان که در لیس چمور هم نارینا هم خوندی زحمت و باس و خواری و کار و لسون سروار کو کار و کو روزگار و کو او اسلامی امارت تاسو پویجه پا دی برخه که صنعت، تجارت، حمایت د پانګوالو دا ډیر ورته متوجه دی او کویه او هر لازم سهولتونو و اسانتیاوې هغه خلکو ته ولس ته برابروي. گفتنی است که اینچنین نشست‌های مشورتی بارها از سوی حکومت، نهادها و اقوام مختلف به هدف بررسی چالش‌های کنونی کشور برگزار شده است. گذر زمان ثابت خواهد کرد که چنین همایش‌ها چقدر نتیجه خواهد داد.